از کدوم جای یعنی درآمد داریم، متوجه هستی؟ یعنی پول دوش... نداری، خونه هم نداری، جای نداریم، جای نداریم. اسناد ما را بترک، اسناد ما را هر کجایی رفتیم هر کجایی زندگی میکنیم. بزرگترین بیجاییست این خانه، لااقل 500 یورو گزینش هست. بله، ما از کجا کنیم؟ ما میرم خودکار میکنم. خب باید مدارک اینا رو بگیری که بتونی این کار رو بکنی. احسن، مدارک ما از کی بگیرم؟ از دولت. از کدوم دولت؟ دولتی که تو رو به عنوان پناهجو قبول کرده. احسن، دولت اینجاست. ما هر لحظه میرم راجع میکنم، اما ما را وعده میتن، اما هیچ کاری ما را انجام نمیتن. هیچ کاری ما را انجام نمیتن، عزیزی دلم. تو موقعی که ما از هر کجای کسی فرق نمیکنه برای من، ما گشنه هستم، ما 2 سال میشه در اینجا هستم، نه نان دارم، نه کراچی دارم، نه کدوم پس آمد پیش آمدی دارم، نه کدوم آیدی دارم، نه کمکگری دارم. این همی مردم هایی را که میبینی، این همی را میبینی، این هم انسان است، این هم انسان است، ما هم انسان هستم. من هست یک انسان، یعنی بیا فکر بکنیم که برای از این چی بیاندشی، برای از این چی برای ما چه رقم زندگی است؟ من مهاجر هستم، بیا تو من اسناد ما را بتو، کار ما را انجام بتو، ما را از دروازه بکش، دستات هم میبوسم، هر کجایم که زندگی کردم زندگی میکنم. آقای عزیزم الان مشکلی که مدارک رو نمیدن. مدارک؟ نمیدن، مدارک رو بد نمیدن. من 1 سال میشه که یعنی پیسه پاسپورت تعویض کردم، 1 سال تقاضای پاسپورت کرد، تقاضای پاسپورت، تقاضای یعنی قبول شدی شما پناهنده قبول شده؟ قبول شده. یعنی 1 سال میشه، 2 سال میشه که برادر جان ما باشه، آیدی ما چی نمیشه؟ چرا مشکل چی است؟ تو مشکل شه برای ما بگو، ما اگه مجرم دولت هستم، ما را ببر در زندان پرتو. نه شما چه مشکل داری؟ شاید مشکل داشته باشم، شاید این مشکل داشته باشه، شاید مشکل ما را ببر، کسی که مشکل داره ببر، خلاصه دوستان ما را دزبان بزن، ببر در زندان پرتو. اینجا درب ورودی کمپ الوناس که تا سال گذشته بیش از 4000 نفر در اینجا مستقر بودن. طبق سیاست شهرداری شهر آتن بیشتر پناهجو را از اینجا در آوردن و گویا ساختمان رو میخوان ببندن و تمام زمین هایی که قبلا توش چادر گذاشته بودن چادر را جمع کردن. ورود بهش بسیار سخت شده، فقط پناهجویان میتونن برن تو. میبینید که اینجا کسانی که امرار معاش میکنن و کارتون جمع میکنن، کارتوناشون رو گذاشتن بیرون و اجازه ورود به اونجا ندارن و طبق آماری که میگن حدود 1000 پناهجو الان اینجا هستن که بخششون قبول شدن، بخششون هم قبول شده اند ولی جایی ندارن، اومدن اینجا و چادر رو جمع کردن و ساختمان ها اینجا هستش که تو ساختمان ها مستقر شدن. اگه خوب باشه 20 یورو 25 یورو، نباشه روزانه. آره ما 3 یورو هم در روز کار کردم. الان دیگه اینا رو نمیذارم بریم تو هند، همه رو گفتم بیرون. یعنی این تمام این واگن هایی که اونجا هستش اینا که قبلا میگرفت پلیس ما نرفتیم، بعد به زور گفت گفته دیگه هم نمیذارم بریم بیرون، میگیره شرداری. الان تعداد پناهنده هایی که اینجا هستن حدودا فکر میکنه چند نفر؟ 1000 نفر میشن الان با اینکه بستن و کمش کردن. افغانی یا ایرانی چقدر هستن؟ ایرانی 2 نفر من دیدم، یوسف ایرانی دیدم، ولی آفریقایی بیشتر. آخرین کارم آفریقایی رو بردن. اول صبح در زد و همه را پیش در توان بردن. دیگه هم برنگشتن؟ نه برنگشتن باید بردن. اینجا کمپ موریا هستش که تعدادش تحقیق کردن 1000 تا 5000 هستن، بیشتر بودن از آفریقا هستن و افغانستان و کشورهای دیگه. وضعیت طوری هستش که به هر حال تونستن کنترل بکنن و این کنتینر هستش که جدید آوردن، از چادرها اومدن بیرون، اومدن تو کنتینرهایی که اینجا هستش که خانواده ها هستن. میبینید که به هر حال یه ساختار دیگه یه درست کردن واسه شما، به هر حال یک شرایط آرامتری هستش و در واقع کم خالی هستش. اینجا قبرستان گمنامان هستش، قبرستانی که هر از آنگاهی باز، هر از آنگاهی بسته میشه و کسی اجازه ورود
به این قبرستان نداره. در اینجا صدها پناهجو که در دریای اژه در اثر غرق شدن قایقهاشون جان خودشون از دست داده اند اینجا دفن شدند. بسیار غم انگیز و هیچ کس نمیداند که خانواده اینها کی هستند و اینها چه کسانی بودند. بیش از 100 پناهجو در اینجا در قبرستان به خاک سپرده شدند. اینجا پارک ویکتوریا هستش، پارکی که محل تجمع اکثر پناهجویانی که دنبال راه حل پیدا می‌کردن که یا به کشورهای اروپایی برن یا اینجا محل زندگی بهتری پیدا کنن. محل تبادل نظر هستش، محلی هستش که هر روز بعد از اون اینجا میان بچه‌ها اینجا بازی می‌کنن و یک ارتباط بین پناهجوها برقرار شده، چون که در توسط این پارک میتونن با هم دیگه ارتباطاتشون رو برقرار کنن، میتونن در مورد مسائلی که با هم دیگه دارن صحبت بکنن. و این یکی از پارک‌های تاریخی هستش که از بعد به پیدایش پناهجویان در یونان این پارک محل تجمع پناهجویانی بوده که اومدن، چه پناهجویانی که تازه اومدن، چه پناهجویانی که سالیان دراز اونجا هستن یا تلاش میکنن که به کشورهای دیگه برن. اکثر کسانی که اینجا هستن پناهنده هستن که قبول شدن ولی از دولت پولی نمیگیرن و دنبال راه حل هستن که بتونن خودشون به دیگر کشورهای اروپایی برسونن. این پارک هنوز به قوت خودش باقی است. پارک ویکتوریا پارکی است معروف که محل تجمع پناهجویان هستن. بیشتر پناهجویی که اینجا هستن پناهجوی افغانی هستن که به حال یک محل ارتباطات در اونجا خودشون هستش که نسبت به با افغانستان صحبت میکنن، شرایطش رو صحبت میکنن و روزانه وقتی که همدیگر رو میبینن صحبت میکنن که آقا تو چه کار کردی؟ آیا نامه دریافت کردی؟ نامه دریافت نکردی؟ در مورد مشکلاتی که دارن، در مورد مشکلات بچه ها، مریضی. و این پارک هنوز به قوت خودش باقی است و هنوز محل تجمع روزانه پناهجو هستش.